خوش آمدی عزیزا با برنامه آشپزی. امروز ما باز هم در خدمت شما هستیم و امروز نوبت کوفته داشتی است. البته کوفتهایی که امروز آماده میسازیم با فرمی بسیار خوب و داخل داشت میگذاریم تا وقتی که پخته شود. مزه خوبی رو داره و به شکل درست و به شکل بسیار خوب آماده میشه. اون هم همراه با کمی کچولو اگر خواسته باشیم میتونیم آمادهش کنیم. سبزیجات باقی مانده اگر خواسته باشیم میتونید داخلش اضافه کنید. در غیر از او میتونید همین رقم ساده آماده بسازید. کسای علاقه مند کوفته هستند میریم و لازمش هم میبینیم و برمیگردیم. کوفته، پودر سیر، رزماری، گوشت کوفته‌ای، کچالو، سویا ساس، مرچ، پیاز، مساله و بادنجان رومی. خب از مواد لازمه یادداشت کردی و این هم بود مواد لازم و این هم دستکش ها. در هر برنامه براتون میگم که پیش از آماده ساختن هر غذا دستکان فارس فام رو با صابون بشویی و بعد از اینکه دستکان رو شستی اگر دستکش شستی خوب خوب اگر نداشتی برپا نکنه. ولی دستکان باید هم رو با صابون شسته باشه. فارس فام کمی پودر سیر اضافه میکنیم، کمی که امروز میری اضافه میکنیم به خاطر از اینکه خوبتر آماده شه و حالا نوبت میرسه به کمی که نمک، کمی نمک هم اضافه میکنیم. و کمی که هم سویت چیلی ساس. هرچی مخلوطه پروتینی میشه، مزه خوبی رو برای خود میداشته باشه. و داخل ازی فقط نمک، رزماری اگر داشتی اضافه کنی، پودر سیر. بس دیگه هیچ چیز اضافه نمیکنیم. کمک سیب چیلی ساس اضافه میکنیم تا ذائقه‌اش تغییر بده و به شکل درست آماده شه. بعد مخلوطش کنیم. میگذاریمش این قسمت. دستکش دور کنی. و دیگه دستکش بگیری. و اگر دستکش نمی باشه دستتون وقتی از گوشت خلاص شد گوشت خام می باشه دستتون با صابون پس دوباره پاک صفا میشی. بعد از اون شروع میکنی با آماده ساختن دیگه موادش. اینا رو به این شکل برش میکنیم، نه زیاد دبل و نه زیاد نازک. همه قدر کافی است. به این شکل که آماده ساختیم سیست. همه تندی اصلی این غذاست. به این شکلی را آماده میسازیم، میگذاریمش تا نوبت دیگه آمادهش برسه. یک پیازی که کلان باشه نیمش ضرورت داریم یا خرد کردن باشه به این اندازه آماده میکنیم. روغن کم اضافه میکنیم به خاطر از اینکه معلوم نیست که چه روغن زیاد می داشته باشه، چی می داشته باشن، چربی می داشته باشن. اگر حالا با روغن اضافه کنیم زیاد، با چربیش زیادتر میشن. اگر از پیشتون چربیش زیاد شد، با میتونی از قسمت روی بادنجان روی رو از وسط نصف میکنیم و از تراشک بیرونش میکنیم. آماده ساختن اصلیش که خورمه به شکل اصلی و اساسی که جور میشه داخل او ظرف جور میشه. خب آبش کم است. کمی آب دیگه هم اضافه میکنیم بخاطر غلیظ شده بود. حالا آبگین میشه ولی وقتی که ما پس دوباره ظرف داخل داش بانیم بلکل آماده میشه به شکل مدو که میخواییم آماده میشه. خب حالا این خواه آماده است و یک دانه ملاقه رو بگیریم که
مصاله. خورمه را در چهار طرف کچالو اضافه میکنیم. به قسمت کچالو میباشه. اضافه میکنیم و یک کمه که دیگه شمانده ایره چی دور بندازیم، این رو اضافه میکنیم تا خوب تر آماده شد. بمی اندازم. خب بمی انداز آماده ساختیم، بمی شکل آماده شد. خب این کوفته که هست، حالا وقت داخل داشت بانیم، هر چهار طرف زیب پخته میشه، قسمت داخلش هم پخته میشه، داخل کوفته هم پخته میشه، حرارت هم از قسمت بالا و هم از قسمت پایین میشه. زردک نیست، کچالو هم نرم میشه و یک مزه خوب و طعم خوبی را برای خود میداشته باشه. حالا نوبت داش. داخل داش میگذاریمش تا وقتی که آماده شد. و این را میفهمیم بر چه وقت ضرورت داره؟ حقلا 45 دقیقه الا 50 دقیقه ضرورت داره تا آماده شد. تا خورمه زی خود کم کنه، بسته کنه خود، یک مزه خاص برای خود داشته باشه، کوفته هم آماده شه و همه تو درست خوب آماده باشه. بس هر کس میتونه با اندازه که اشتها داره میتونه از اون برداشته و داخل بشقاب خود انداخته و نوش جان کنه. خب اگر خواسته باشه همین شکل شما میتونی از گوشت مرغ آماده بسازی، ولی گوشت مرغ فرق میکنه که داخل گوشت مرغ باید یک کمه که یک دونه تخم مرغ اضافه کنیم، کمه که آرد سوخاجی اضافه کنیم، بعدش این مصالحه که داشتیم همینا رو اضافه میکنیم، گلولش میکنیم، داخل ظرف میمینیم، ولی او رو ما برای 25 دقیقه میگذاریم داخل داش تا آماده شود. و از مایی هم میشه آماده ساخت، از مایی سفید هم میتونیم آماده ساخت. این شکل این مساله رو اضافه میکنیم، تخم مرغ اضافه میکنیم و مساله تخم مرغ کمی کارد سخاری این شکل گوشت مرغ آماده میشه، آماده ساخته داخل داش بانی. سبزیجات همین شکل است. سبزیجات هم همیشه میده میده کنی، تخم مرغ، آرد سخاری، گلولش کنی، داخل زبانی، بر دقیقه داخل داش بانی. بعد از 10 دقیقه بعد قرمش آماده است و هم موادش آماده است. چی قدر خوب مولا میشه و خوب صحیح پخته شده. همین رو هم بگذارش که از جوش بشینه و بعدش برای دسترخوان بره. کچولی که یک قسمت رو گذاشتیم، قسمت بالاش خاقق هم تو به شکل چپس آماده شده، قسمت پایینش خوب نرم شده. با یک کوفته هایی که میخواستیم اینا هم خوب نرم شده. قسمت بالاش پخته و قسمت پایینش هم خوب آماده شده. ببینیم که 100% آماده است. خیلی داغ است. مزه بسیار خوبی داره. ما هم این شکل برای خود آماده بسازی. اگر زیادتر میخواید میتونی یک ظرف کلان آماده ساخته، قرمش آماده بسازی و کچولو و همین هم یک واو آماده ساخته، قسمت بالای گوشت اضافه کنیم، بگذارش داخل داش و به این شکل آماده میشه. گوشتش خیلی خوب نرم میشه و کچولو هم نرم میشه و هم موادش به شکل درست و خوب آماده میشه. اعضایی بود برنامه امروز ما. اگر شما میخواید که صحتمند باشه، کرونا رو جدی بگیره، از اون وقتی بیرون میشه ماسک و دستکش داشته باشه، وقتی پس میاد دوباره در خانه باید دواپاشی شوی، لباس کارتون رو تبدیل کنه، دستویتون همراه با صابون پاک صفا بشه و بعد از او در کنار فامیل بره. در غیر از او خودتان هم دچار این مشکل میشه و فامیلتان همچنان، و وقتی که این کار شده که باز مشکلات خیلی زیاد میشه، یعنی خیلی مشکلات زیاد میشه، یعنی باید که متوجه خود باشه. این بود برنامه امروز ما. خدا کنه خوشتون آمده باشه و شما هم امیر خمی غذای خوب آمده بسازی تا برنامه بعدی شما را به خدا اندفاق کنی. از برنامه شاد و موفق خوش و خوشحال باشه.